برای کسی که تقوا پیشه کند و از خدا بپرهیزید و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد. و از مردم کسانی هستند که گفتار آنان در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می شود. در ظاهر اظهار محبت شدید می کنند و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه می گیرند. این در حالی است که آنان سرسخت ترین دشمنانند. نشانه آن این است که هنگامی که روی بر می گردانند و از نزد تو خارج می شوند، در راه فساد در زمین کوشش می کنند و زراعتها و چهار پایان را نابود می سازند. با این که می دانند خدا فساد را دوست نمی دارد. و هنگامی که به آنها گفته شود از خدا بترسید، لجاجت آن بیشتر می شود و لجاجت و تعصب آنها را به گناه می کشاند. آتش دوزخ برای آنان کافی است و چه بد جایگاهی است. بعضی از مردم با ایمان و فداکار همچون علی علیه السلام در لیلة المبیت به هنگام خفتن در جایگاه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جان خود را به خاطر خوشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی در صلح و آشتی درآیید و از گامهای شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست. و اگر بعد از این همه نشانه‌های روشن که برای شما آمده است لغزش کردید و گمراه شدید، بدانید از چنگال عدالت خدا فرار نتوانید کرد که خداوند توانا و حکیم است. آیا پیروان فرمان شیطان پس از این همه نشانه‌ها و برنامه‌های روشن انتظار دارند که خداوند و فرشتگان در سایه‌های از ابرها به سوی آنان بیایند و دلایل تازه‌ای در اختیارشان بگذارند؟ با اینکه چنین چیزی محال است و همه چیز انجام شده و همه کارها به سوی خدا باز می‌گردد. از بنی اسرائیل بپرس چند از نشانه‌های روشن به آنها دادیم، ولی آنان نعمت‌ها و امکانات مادی و معنوی را که خداوند در اختیارشان گذاشته بود در راه غلط به کار گرفتند و کسی که نعمت خدا را پس از آن که به سراغش آمد تبدیل کند و در مسیر خلاف به کار گیرد، گرفتار عذاب شدید الهی خواهد شد که خداوند شدید العقاب است. زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است. از این رو افراد با ایمان را که گاهی دستشان تهیست مسخره می کنند، در حالی که پرهیزگاران در قیامت بالاتر از آنان هستند، چرا که ارزش‌های حقیقی در آنجا آشکار می گردد و صورت عینی به خود می گیرد و خداوند هر کس را بخواهد بدون حساب روزی می دهد. مردم در آغاز یک دسته بودند و تضادی در میان آنها وجود نداشت. به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد. در این حال خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد با آنها نازل نمود تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کنند. افراد با ایمان در آن اختلاف نکردند. تنها گروهی از کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند و نشانه‌های روشن به آنها رسیده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگری در آن اختلاف کردند. خداوند آنهایی را که ایمان آورده بودند، به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود، به فرمان خودش رهبری نمود. اما افراد بی ایمان همچنان در گمراهی و اختلاف باقی ماندند. و خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند. آیا گمان کردید داخل بهشت می شدید؟ بی آنکه حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟ همانا که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آنها رسید و آنچنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که ایمان آورده بودند گفتند پس یاری خدا چی خواهد آمد؟ در این هنگام تقاضای یاری از او کردند و به آنها گفته شد آگاه باشید، یاری خدا نزدیک است. از تو سؤال می کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو هر خیر و نیکی و سرمایه سودمند مادی و معنوی که انفاق می کنید باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد و هر کار خیری که انجام دهید خداوند از آن آگاه است. لازم نیست تظاهر کنید، او می داند. جهاد در راه خدا
بر شما مقرر شد، در حالی که برایتان ناخوشایند است. چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید، حال آنکه خیر شما در آن است، و یا چیزی را دوست داشته باشید، حال آنکه شر شما در آن است، و خدا می داند و شما نمی دانید. از تو درباره جنگ کردن در ماه حرام سوال می کنند. بگو جنگ در آن گناهی بزرگ است، ولی جلوگیری از راه خدا و گرایش مردم به آیین حق و کفر ورزیدن نسبت به او و حتی احترام مسجد الحرام و اخراج ساکنان آن نزد خداوند مهمتر از آن است و ایجاد فتنه و محیط نامساعد که مردم را به کفر تشویق و از ایمان باز می دارد، حتی از قتل بالاتر است. و مشرکان پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند، ولی کسی که از آیینش برگردد و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال نیک گذشته او در دنیا و آخرت برباد می رود و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده اند، آنها امید به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است. درباره شراب و قمار از تو سوال می کنند. بگو در آنها گناه و زیان بزرگی است و منافعی از نظر مادی برای مردم دربر دارد، ولی گناه آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو از مازاد نیازمندی خود. این چنین خداوند آیات را برای شما روشن می سازد. شاید اندیشه کنید. تا اندیشه کنید درباره دنیا و آخرت. و از تو درباره یتیمان سوال می کنند. بگو اصلاح کار آنان بهتر است. و اگر زندگی خود را با زندگی آنان بیامیزید مانعی ندارد. آنها برادر دینی شما هستند و همچون یک برادر با آنها رفتار کنید. خداوند مفسدان را از مصلحان باز می شناسد و اگر خدا بخواهد شما را به زحمت می اندازد و دستور می دهد در عین سرپرستی یتیمان زندگی و اموال آنها را به کلی از اموال خود جدا سازید، ولی خداوند چنین نمی کند، زیرا او توانا و حکیم است. و با زنان مشرک و بت‌پرست تا ایمان نیاوردند ازدواج نکنید، اگرچه جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید، زیرا کنیز با ایمان از زن آزاد بت‌پرست بهتر است، هرچند زیبایی یا ثروت یا موقعیت او شما را به شگفتی آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت‌پرست تا ایمان نیاوردند در نیاورید، اگرچه ناچار شوید آنها را به همسری غلامان با ایمان در آورید، زیرا یک غلام با ایمان از یک مرد آزاد بت‌پرست بهتر است، هرچند مال و موقعیت و زیبایی او شما را به شگفتی آورد. آنها دعوت به سوی آتش می کنند و خداوند دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود می نماید و آیات خیش را برای مردم روشن می سازد، شاید متذکر شوند. و از تو درباره خون حیض سوال می کنند. بگو چیز زیانبار و آلوده است. از این رو در حالت قاعدگی از آنان کنارگیری کنید و با آنها نزدیکی ننمایید تا پاک شوند و هنگامی که پاک شدند از طریقی که خدا به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید. خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز دوست دارد. زنان شما محل بزرفشانی شما هستند، پس هر زمان که بخواهید می توانید با آنها آمیزش کنید و سعی نمایید از این فرصت بهره گرفته با پرورش فرزندان صالح اثر نیکی برای خود از پیش بفرستید و از خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان بشارت ده. خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید و برای اینکه نیکی کنید و تقوا پیشه سازید و در میان مردم اصلاح کنید سوگند یاد ننمایید و خداوند شنوا و داناست. خداوند شما را به خاطر سوگندهای